اون که برود رفته بود. سال 1357 رود خروشان مردم به پا خواسته ایران شاه را کنار زد و او که همه چیز را زیر سر امثال ژنرال گاست و هایزر و کارتر و کالاهان می دید 26 دیماه همون سال در گردباد حادثه ها از ایران رفت. البته او مدت‌ها پیش از این تاریخ رفته بود. روزی که دکتر مصدق خانه نشین شد، نهادهای دموکراتیک سرکوب گردید، کنسرسیوم قارتگر نفت به تاخت و تازش ادامه داد و امثال مرتضی کیوان و محمد حنیف نژاد و جزنی و شایان به خاک افتادند و شکنجه و بگیر و ببند باب شد، شاه رفت. اعلی حضرت البته میهنش را دوست داشت، حسن نیت داشت. پیش از رفتنش از ایران، وقتی بر فراز آسمان تهران از پنجره هلیکوپتر مردم بجوش آمده را میبیند، از خلبانش میپرسد اینها چی میخوان؟ آیا همشون بر ضد من تظاهرات میکنن؟ واسه چی؟ بارها می گفت من بنیادهای یک ملت را که اصولاً سنتی و محافظه‌کار بود دگرگون کردم. به نظر من تا حدودی راست می گفت. اما افسوس، افسوس که نه تصورات آدمی همیشه واقعی است و نه حسن نیت تنها کاری از پیش می برد. در زمان شاه بهترین فرزندان مردم قربانی استبداد می شدند. از سال 1352 به بعد هیچ روز و شبی نبود که در کمیته به اصطلاح ضد خرابکاری فریاد زندانی های زیر شکنجه به گوش نرسد. هیچ روزی. نمی توان ستم بزرگی را که در عصر او به فرهنگ ورزان جامعه رفت فراموش کرد. پس از 28 مرداد به این سو که کنسرسیوم نفت بیداد می کرد، رژیم شاه بزرگترین سد شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک بود. روی همین حساب با قاطعیت می توان گفت ظلمات پس از 22 بهمن 1357 و ملا خور شدن اون همه رنج و شکنج فقط در گوادلوپ و آخرین بازی ماهرانی کارتر و فقر عنصر ذهنی مردم ریشه نداشت، به ستم رژیم پیشین نیز مربوط بود. پایه حقوقی رژیم شاه برآمده از کودتا بر زور و از بین بردن حق حاکمیت مردم گذارده شد. اما باید در مورد شاه و پدرش راست‌ها را هم گفت. احداث راه آهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی، بنیانگذاری دادگستری به جای محاکم شرع، اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا، ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تأسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوها و تأسیس دانشگاه تهران با همت رضا شاه کار کوچکی نبود. ضمناً رضا شاه خالی از عرق میهنی نبود. سید ضیا را که عامل انگلیسی ها بود با حمایت و همراهی احمد شاه ظرف 3 ماه از ایران بیرون راند
و نورمن سفیر انگلیس در تهران را مات نمود. رضا شاه به آثار باستانی ایران که میراث بشریت محسوب می شود ارج می گذاشت. در زمان وی تخت جمشید که سالها در زیر خرابه ها و تله ای از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد. در زمان محمد رضا شاه نیز قدم های بزرگی به نفع ایران برداشته شد. در دوران اولیه سلطنت وی و تا پیش از کودتای 28 مرداد وی مخالفت چندانی با فعالیت حزبی و سیاسی در کشور نداشت. نشریات از آزادی نسبی برخوردار بودند. ایجاد تأسیسات زیربنایی مثل سدها، فرودگاه‌ها و دانشگاه‌های مختلف را نباید منکر بشویم. افزایش سطح قدرت نظامی ارتش ایران، اقداماتی مثل تأسیس سازمان انرژی اتمی کشور و پیکار با بیسوادی، اینکه زنان ایرانی علاوه بر حق انتخاب کردن دارای حق انتخاب شدن نیز شدن، همه یادگار زمان شاه است. کمک به برپایی نخستین سمپوزیوم لیزر جهان در ایران در سال 52 کار کوچکی نبود. در اصفهان برگزار شد نخستین سمپوزیوم لیزر جهان سال 52 و من با گوش خودم از امثال دکتر چارلز هارد تاونز و الکساندر پرخروف برندگان نوبل فیزیک شنیدم که همت شاه، دولت و تلاش دانشگاهیان ایران را برای تشکیل سمپوزیوم لیزر می ستودند. آرزو کنیم هیچ شاهی و شیخی و شهنشاه شیخی تحت هیچ عنوانی بر ذهنیت عاطفی و مذهبی مردم ایران سوار نشود تا آزادی خلاقیت را که قلمهای مقدس دیکته‌ناپذیر تنها پرتوی کوچکی از آن است محدود کند. چند سال پیش در مصر علاوه بر اهرام و ابو سمبل و موزه‌ای که مومیایی فرعون در آن است به مسجد الرفاعی رفتم و اونجا از صمیم قلب برای شاه ایران فاتحه خواندم. من زندانی سیاسی زمان شاه بودم و در زندان آزار کم ندیدم. آرامگاه شاه اگرچه برخلاف قبر مظلوم و تنهای دکتر شریعتی در سوریه و برخلاف مزار شهیدانی که اینک سنگ قبرهایشون را هم می شکنن دبدبه و کبکبه داشت، اما مرا پاک در خود فرو برد. کیست که ادعا کند هر لحظه با شاهی و شیخی در درون خیش درگیر نیست؟ به جای میدان دادن به کینه ها که گل وجود آدمی را پرپر می کند و به جای لعنت به تاریکی شمعی برافروزیم.